بریم اینجا و مقدار بعدی رو بسازیم. به طور مثال مقدار بعدی اینجا بوده چی؟ نیم. من نیم نمیذارم، میذارم هم پروداکت نیم. و خب نیم در واقع هر چیزی که فایل در واقع اسم انگلیسی یا فارسی باشه دیگه. شما بیا این رو بذار از نوع ورکر. ورکر چیه؟ این پایین مقادیری داریم به نام سترینگ یا رشته ای. شما میتونید کر بذارید، در واقع کر که بذارید یا کاراکتر که میذارید فقط میتونید توش انگلیسی بنویسید. ورکر که بذارید میتونید هر نوع انگلیسی یا فارسی یا عربی یا چای چینی اینا رو میتونید داخلش قرار بدید. من مقدار رو میذارم در واقع ورکر، و طول لنزش میتونه از در واقع مقدارش از 0 باشه تا 255 کاراکتر. یعنی شما وقتی میذاری ورکر حتی اکثر میتونه 255 کاراکتر براش قرار بده. مثلا ما قرار هستش که میدونیم یه 100 کاراکتر بیشتر نمیشه، میذارم 100. دیفاین هم میتونه براش قرار بدیم، مثلا برگرده بگی محصولات فلان، من نمیخوام مثلا چیزی، و مقادیر دیگه ای براش وجود نخواهد داشت. اگر این رو نالش رو بذاری یعنی میتونه خالی باشه، من نال نمیخوام بذارم که خالی در واقع تو دیتابیس بیاد اطلاعات قرار بگیره. مقدار بعدی دیسکریپشن هستش. من میام می‌نویسم دیسکریپشن و از نوع تکست میذارم. چرا تکست؟ در واقع ممکنه که اطلاعات مربوط به این پروداکت زیاد باشه، در واقع مربوط به این محصول. مثلا ممکنه طرف بخواد یه مقاله مثلا چند هزار کلمه رو داخلش قرار بده، پس میام از مقدار تکست استفاده میکنم. اگر طبعا 100 کاراکتر باشه 200 کاراکتر باشه میتونه از ورکر استفاده کنه، و وقتی میخواد زیاد باشه از تکست استفاده میکنه. خب مقدار بعد ایمیجه. خب ایمیج هم یه اسم دیگه، ایمیج یه اسم دیگه. مثلا مثل چی؟ میام اینجا مثلا اینجا میبینی اینا اسم هم. مثلا لاراول دات پی ان جی یه اسم دیگه، درسته؟ این یه اسم قرار بره تو دیتابیس قرار بگیره، یا ایشون یه اسم قرار نیستش ما بریم از فایل در واقع به این شکل استفاده بکنیم که من این رو بگم از نوع این ایمیج بیاد از نوع ایمیج بشه. یعنی شما اینجا حق نداری بیا ماتریس قرار بدیم، چون ایمیج در واقع ماتریسی از اعداده. اگر این عکس ها رو شما ببینید، این عکس رو دارید ببینید، ماتریسی از اعدادی که RGBA داره، در واقع RGB داره، حالا رد گرین بلو که میتونه خودش یه ماتریس خیلی بزرگی باشه و از اطلاعات قرار بگیره. یعنی این پیکسلی که اینجا داری میبینی یه مقداری داره، این پیکسلی که اینجا داری میبینی یه مقداری داره، این ماتریس ام در ان هستش که اطلاعاتش بتونه قرار بگیره. ما میایم لطف می‌کنید و شما ایمیجش رو مقدار ورکر می‌ذارید. حالا من خودم اسمش رو ذخیر می‌کنم، می‌ذارم حد اکثر 100 کاراکتر. مقدار بعدی میاید استاتوس، اسمش رو می‌ذارید استاتوس وضعیت. خب وضعیتش رو می‌خوام 0 باشه یا 1 باشه. اگر 0 باشه یعنی در واقع غیر فعال، اگر 1 باشه در واقع فعال. البته اینو تو ذهن من هم بعدا قرار تو برنامه‌نویسی ازش استفاده بکنم. بعد میام اینجا مقدار این رو به جای در واقع اینت می‌ذارم بولین، یا 0 باشه یا 1. لنسش رو مشخص نمی‌کنم، اصلا مشخص نیست لنس در واقع بولین 1 بیشتر نیستش. یا میگه از دیفالت کنم، مقدار با دیفالتش رو من می‌ذارم 0، یعنی می‌خوام هر ریکوردی که میاد میره از در واقع تو دیتابیس ما قرار میگیره استاتوسش و وضعیتش 0 باشه تا وقتی که مدیر بیاد تایید بکنه. پس میام اینجا مقدارش رو 0 میذارم، میام و تموم شد کار من. الان میام مقدار سیو رو میذارم، اگر اروری باشه برمیگردونه که بر نگردم. من میام اینجا روی لرن کلیک میکنم، یک تیبلی دارم به نام پروداکت. دارم میبینید نوشته تیبل به نام پروداکت که بروز داره، استراکچر داره، سرچ داره، اینسرت داره، امپتی داره، دراپ داره، و حالا در واقع جنرال سی آی هستش، از پدرش ارث برده که جنرال سی آی هستش، و سایزش هم 16 کیلوبایت هستش. میام میتونم روش کلیک بکنم، میرم تو اینجا. اگر اینجا در واقع جایی هستش که اگر اطلاعات یا رکوردی ریخته شده باشه توش نمایش داده میشه. اینجا پروداکت آی دی، اسم سلول نامونا، پروداکت نیم، پروداکت آی دی، پروداکت نیم، دسکریپشن، ایمیج، استاتوس. یا میرم تو استراکچرش، ساختارش نشون میده. پروداکت آی دی از نوع بیگینت، یعنی میتونه 20 تا در واقع رقم مقدار داشته باشه. خب رقم خیلی بزرگه. این کلید طلایی رو دارید میبینید، در واقع داره نشون میده که ایشون کلید اصلی هستن، و اوتو اینکریمنت در واقع خودش میاد دونه دونه بهش اضافه میشه. روی گزینه چنج میتونید کلیک بکنید و بیاد اینجا رو عوض بکنید. خب من نمیخوام این کارو بکنم، برمیگردم. میتونید در واقع روی چنج کلیک بکنید و بیاد اسمش رو عوض بکنید، از بیگینت بره تو اینت. لنسش در واقع خودش قرار داده 20، ماکسیمومش رو قرار داده، دیفالت میتونه قرار بده، کلیژنش رو تغییر بده، یا
اوتو اینکریمنتش رو برداری، خب من نمیخوام کارو بکنم و به این شکل برمیگردی دراپ بکنی پاک میشه. در واقع شما روی دراپ کلیک بکنی، یه مور هست، این در واقع این کلید نقره بعدا نواره صحبت میکنه، میتونه فارنکی باشه، یونیک باشه، یعنی در واقع اصلا مقدار یکتا باشه، تکرار نشه. این هم مقادیری هستش که باهاش رو تو مرور زمان باشه آشنا خواهیم شد. حالا ایندکس داره در واقع اینجا اسپشیال داریم، فول تکست داریم، به مرور باشون آشنا خواهیم شد. فعلا این تیبل رو بسازیم و مقدار بعدی مثلا پرودکت نیم داریم، UTF جنرال سی آی هستش، میگه حداکثر 100 تا کاراکتر خواهد داشت، دیفالت نداره، نال نه، قرار نیست بشه و میتونه چنج بشه. یعنی اینجا قرار عوضش کنید، بیاد بکنید 101 و سیوش بکنید، میبینید مقدارش 101 شد. اینجا خودش بهتون گفت، خودش من مقدارش قرار دادم. این چیزی که اینجا دارید، دستوری که دارید میبینید بهش میگن TSQL. من یه درسی دارم به نام پایگاه داده تو خود دانشگاه پردیس سنت شریف، اونجا SQL رو کامل واسه TSQL رو آموزش خواهم داد. میتونید اونجا اگه بخواید SQL رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید اون فیلم ها رو هم ببینید، بد نیست، میتونه کمکتون بکنه. اینجا چنج داره، دراپ داره و مقادیری که اینجا هست، دسکریپشن هستش که اینجا توضیح داده به چه شکله، یا ایمیج رو داریم و میبینید بولین رو خودش مقدار تاین اینت 1 گذاشته. خب بولین در واقع میشه تاین اینت 1، حالا با قصد نوشته بودمش، تاین اینتی که سایزش 1ه. خب تاین اینت اگه یادتون باشه 1 بایت بود، وقتی سایزش 1 باشه یعنی میتونه 0 باشه یا 1، که اومد اینجا به این شکل خودش قرار. خب میگه اینجا در واقع میتونید بهش یه دونه کالم اضافه بکنید یا کم بکنید. اگر شما بخواید یه کالم بهش اضافه کنید از گزینه اد استفاده، اینجا نوشته 1، میگه میتونید بعد از در واقع افتر استاتوس قرارش بدید، بعد از ایمیج قرارش، بعد دیسکریپشن، بعد پروداکت نیم، بعد از پروداکت آی دی، یا اینکه باید بگید اولی مقدار باشه، در واقع بالاتر از پروداکت آیدی باشه. فرض کنم میذارم بعد از افتر استاتوس، بعد ازشون گزینه گو رو میذارم، یه مقدار علکی چرت و پرت اینجا میگیسم، یه بعد تکست رو میذارم، مثلا هیچ مقدار قرار نمیدم، بعدش سیو رو میذارم. حالا اگر بیام تو استراکچر، یعنی تست بهش اضافه شده همچین مقداری و به این شکل هستش. من دراپ رو میذارم و میگم ایشون رو دراپش کن، پاکش کن و به این شکل دیدی پاک کن. این صورت هم میتونیم در واقع کالم رو اضافه کنیم، قیافه در واقع تیبل شماست. خب بریم دو سه تیبل دیگه بسازیم و بعد میدونم توی هفته بتونیم وارد کوئری ها بشیم. هفته بعد در مورد کوئری ها صحبت کنیم.